و کار دیگه که فرزندان باید انجام بدن پرستیدن خداست و این پرستش به چه صورته؟ پرستش رو توی این درس میایم ما به دعا تقسیم میکنیم و پرستش دعا و پرستش رو در کنار همدیگه میاریم که و هر کدوم رو توضیح میدیم که این دوتا با هم متفاوتن کلماتی همچون توبه درخواست جستجو کردن کوبیدن اخراج کردن مطالبه کردن باور کردن شکر و تقاضا کردن اینها کلماتی هستند که وقتی ما از اونها استفاده میکنیم میتونیم به درک معنی دعا برسیم و وقتی که هست کلماتی همچون ستایش شک گذاری تعمق مطالعه احترام جلال و شادی صحبت میکنیم این کلمات توصیف کننده پرستش هستن پس میبینیم که دعا و پرستش با همدیگه متفاوته که باز اینها هم به مرود توی این کتاب بیشتر در موردش صحبت میکنیم و وقتی که ما مطالعه کتاب مقدس مطالعه کلام خداوند رو به هر کدوم از این کلمات اضافه می کنیم می مفهوم دعا رو خیلی عمیقتر برسونیم و مفهوم دعا رو خیلی عمیقتر درک کنیم که هر کدوم از اینها چه در دعا چه در پرستش باید مطالعه کلام خدا هم باشه و اما دعا دعا باعث میشه که ما به حضور خداوند بیاییم دعا باعث میشه که ایمان ما تقویت بشه تا وعده های خدا رو از او بطلبیم وقتی که ما کلام خداوند رو میخونیم کتاب مقدس رو مطالعه میکنیم خداوند جای جای کلام به ما وعده های نیک داده و وقتی که ما دعا میکنیم با ایمان وعده هایی که خود خدا, خدا بهمون به داده رو از او مطالبه میکنیم و دریافت میکنیم و دعا در دعا ایسا که مدافع حقوق ماست در زمانی که گناه کردیم به طرفداری و دفاع از ما وامی داره دعا باعث میشه که وقتی ما به حضور خداوند میریم و میگیم و اعتراف میکنیم به گناهانمون اون نزد خداوند شفاعت ما رو بکنه و گناهان ما بخشیده بشه وقتی که نیازمند رهایی هستیم دعا قدرت رو برای ما در مقام میاره دعا باعث میشه که در زمان پرستش محبت بین خدا و ما دائما در جریان باشه اون عملی که عمل محبتی که در موردش صحبت کردیم در دعاست که چجوری باعث این میشه آیا میتونیم به کسی بگیم که یادت نره نفس بکشی نفس کشیدن چیزی نیست که کسی بتونه فراموش کنه یا نفس کشیدن چیزی نیست که احتیاج داشته باشیم کسی به ما یادآوری کنه بلکه برای ادامه حیات ادامه بقا ما باید نفس بکشیم و جایی که نفس نکشیم زندگی ما حیات ما از بین میره و در خطر میفته اینجا میگه دوام باید مثل نفس کشیدن باشه دعا باید همیشگی باشه دعا باید تداوم داشته باشه و همونطور که نفس کشیدن دم و بازدم داره دقیقا دعا هم به همین صورته جایی که ما میگیم و جایی که خداوند پاسخ میده و این گفتگو این مناظره دو طرف است